بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. و علی آله آل الله سیما بقیت الله فی الارضین و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. ذلک الفضل من الله و کفا بالله علیما. در این یکی دو شبی که محضر شریف شما عزیزان نکته هایی رو عرض کردیم که دو نکته در آیاتی رو که قرائت شد خداوند مطرح کرده. نکته اول بحث اطاعت هست، بحث تبعیت هست. ما به عنوان مسلمان، به عنوان شیعه، به عنوان محب اهل بیت، قدم اول و گام اول بحث تبعیت و اطاعت ماست. من دیشب اشاره کردم، ما وقتی خدمت امام هشتم سلام الله علیه می رسیم، پسندیده اینه قبل از این که حاجت هامون رو، نیاز هامون رو، درخواست هامون رو فهرست بکنیم برای امام هشتم، بهتر اینه که یه سری از درخواست های امام هشتم، درخواست های رسول خدا، اوامر خداوند رو برای خودمون فهرست بکنیم. ببینیم این امام بزرگوار از ما چه خواست، رسول خدا از ما چه خواست، خداوند از ما چه طلب میکنه، اینها رو بررسی کنیم. چون قدم اول اینه، قدم اول اطاعت و بندگی است. قدم بعد اینه که اگر نیازی بود، حاجتی بود، گرهی بود، سراغ اینها بیایم، اینها رو واسطه قرار بدیم. من دو تا روایت نقل میکنم، یکی از رسول خدا، یکی از صاحب این قبر امام هشتم سلام الله علیه، که وظایف ما رو مشخص میکنه، تکالیف ما رو مشخص میکنه. روایت اول رو از رسول خدا نقل میکنم. رسول خدا فرمود علامت شقاوت و بدبختی چهار چیزه. علامت شقاوت اربعه، علامت شقاوت و بدبختی چهار چیزه. یعنی اگر تو زندگی این چهار چیز بود بدانیم اهل شقاوتی، اگر نبود اهل سعادتی. یک، رسول خدا فرمود نسیان و ذنوب الماضیه، این که انسان گناهان گذشتش رو فراموش بکنه. این اتفاق میفته، آدم یادش میره، آدم فراموش میکنه چه گناهانی، چه معاصی در گذشته انسان انجام داده. این اولین علامت شقاوته. رسول خدا فرمود اولین گام شقاوت نسیان و ذنوب الماضیه، این که انسان گناهان گذشتش رو فراموش بکنه. اصلا عین خیالش نیست چقدر مال مردم رو خورده، چقدر دلها رو شکسته، چقدر آبروها رو ریخته، چقدر ایذا و اذیت کرده دیگران رو. همه اینا گناهه، همه اینا معصیته، اینا رو فراموش میکنه. و هیه محفوظتون اندالله، اما نزد خدا محفوظه.
خدا که فراموش نمی کنه، خدا که چیزی رو از یاد نمی بره. این متن قرآن فرمود ان ربی لا یزل و لا ینسا، یعنی خدای من هیچ موقع اشتباه نمی کنه، هیچ موقع فراموش نمی کنه. کارو شما کردی، ممکنه دیگران پای دیگری حساب بکنن، اما خدا محال چنین اتفاقی بیفته. گاهی ما فراموش میکنیم ولی محال خداوند فراموش بکنه. گناهان گذشته رو اگر فراموش کردیم، اولین قدم شقاوته. این یک. دو، فرمود ذکر الحسنات الماضیه. این که آدم، فرض کنید بنده شما به یه شخصی خوبی کردی، کار خیری انجام دادی، دست یک ضعیفی رو گرفتی، یک آدم بیچاره ای رو به چاره و راه رسوندی، اینو تو ذهن حفظش بکنی، نگهش داری، کارهای خوبت رو نگه داری، کارهای بدت رو فراموش بکنی، فرمود علامت شقاوته. چون کار بد رو که آدم فراموش میکنه، آدم مغرور میشه. اگر همش خوبیات تو ذهن آدم بیاد، آدم مغرور میشه. گفت زاهد غرور داشت به سلامت نبرد راه. گاهی دیدید آدمای خوب، آدمای اهل زهد، اهل عبادت، اینا دوچار غرور میشن. چرا؟ چون تو ذهنش خوبیهاشه، بدیها رو فراموش کرده. گفت زاهد غرور داشت به سلامت نبرد راه، رند از ره نیاز به دارالسلام رفت. گاهی یه رندی، یه آدم فهیمی اینجا پیدا میشه، عرض نیاز میکنه به دارالسلام میرسه، یه زاهدی از کنار سجاده به سلامت نمیرسه. این یه واقعیتی است که حافظ بیان میکنه و درستم است. چون غرور حاصل همین معناست، شما گناهانت رو فراموش بکنی، خوبیها رو سیلوار به ذهنت بسپری. پیامبر خدا فرمود علامت شقاست. سه از علائم شقایی که پیامبر خدا فرمود، ببینید اینا همش درس زندگی است. فرمود سومین علامت اینه شما تو دنیا به کسانی نگاه کنی که از شما بالاترن. تو مسائل مادی به مافوق نگاه بکنی. آدمهایی که تو مسائل مادی به مافوقشون نگاه میکنن، هیچ موقع اهل شکر نیستن، هیچ موقع آرام نیستن، هیچ موقع راضی نیستن، هیچ موقع شاکر نیستن، چون همیشه میبینه کم داره، نسبت به بالاتر نگاه میکنه. این علامت شقاوت. گاهی همین نگاه ها باعث میشه انسان حلال خدا، حرام خدا، نهی خدا، امر خدا رو فراموش میکنه، برای اینکه برسه مثلا به این آدمی که در مادیت از او بالاتره، دین و ایمان و تقوا و معنویتش رو از دست میده. اینم سومین علامت شقا. چهارمین علامت فرمود اینه که تو دین به پایین تره نگاه بکنه. بهش میگیم آقا چرا مثلا شما فلان کار اشتباه رو انجام میدی؟ میگه بابا دلت خوشه، بخور بخوره، آلاف الوف دارن میخورن، تو به ما گیر میدی؟ این بدترین نگاه به قضیه است. یعنی تو دین رفتی بدتره رو نگاه میکنی، تو دنیا به بالاتره نگاه میکنی، ولی تو دین به پایینتره نگاه میکنی. میگی آقا چرا نماز صبحت قضا میشه؟ میگه ای بابا خیلی اصلا نماز نمیخونن. همینطوره، خیلی اصلا نماز نمیخونن، ولی تو چرا اینجوری نگاه میکنی؟ تو به اون کسی نگاه کن که نیم ساعت، یک ساعت به اذان سجادش رو مخفیانه پهن میکنه، اهل دعاست، اهل مناجاته، به اون نگاه کن. چرا به این نگاه میکنی؟
این باعث شقاوت ما میشه، تو دنیا به بالا دست، تو دین به مادون، به اون کسی که پایین تره. رسول خدا فرمود این باعث شقاوت انسانه. شما اینا رو برعکس بکنید میشه علامت سعادت. یعنی گناهان رو فراموش نکنیم، خوبی هامون رو فراموش بکنیم، تو مسائل دنیایی به پایین دست نگاه بکنیم، تو مسائل دینی به بالا دست، میشه علامت سعادت. یعنی انسان مسیری رو میره که به سعادت انسان ختم میشه. اینو رسول خدا فرمود، باید مراقب باشیم. اومدیم خدمت امام هشتم، یه مرور بکنیم ما چگونه نگاه میکنیم. ما تو دین به عالمان، به بزرگان، به خوبان، به اولیای خدا نگاه میکنیم. ما تو نماز به نماز آیت الله بهجت نگاه میکنیم، یا به نمازی نگاه میکنیم که نه رکوع داره نه سجده داره، میگیم بابا ما که خیلی جلوتر از اینا هستیم. این نگاه به دین لطمه میزنه، به ایمان لطمه میزنه. این علامت سعادت و شقاوت، این مطالبه پیغمبره، این طلب امام هشتمه. ایستادیم کنار حرم یه لحظه خلوت بکنیم خودمون و امام هشتم، ببینیم واقعا ما علامت شقا داریم، علامت سعادت داریم، چه علامتی داریم. اگر نداریم، بسم الله، بهترین فضا این فضاست، بهترین زمان این زمانه و بهترین مکان این مکانه. امام راجع به کارهای خوب و بد ما یه تقسیم داره که این تقسیم همیشه باید مد نظر ما قرار بگیره. ببینید، ما گاهی کار خوب رو علنی انجام میدیم، اشکالی نداره اگه قصد ما خالصه، مانعی نداره، ولی گاهی کار خوب رو مخفی انجام میدیم. ها کذا کار بد، گاهی کار بد رو علنی انجام میدیم، گاهی کار بد رو مخفیانه انجام میدیم. اینا فرق میکنن. تو کار خوبش امام هشتم فرمود اگر توان دارید، اگه قدرت دارید، واجبات بحث نیست، نماز جماعت بحث نیست، شما میخوای به یه خانواده ضعیف کمک بکنی، شما میخوای گره از کار یک مسلمانی باز بکنی، اینو میتونی علنی انجام بدی، میتونی مخفیانه انجام بدی، کسی نفهمه یا همه عالم بفهمن. امام هشتم صاحب این مسجد، این مشهد، امام هشتمی که خراسان به خاطر او خراسان شد، جایگاهی شد که خورشید داره طلوع میکنه از اینجا. چه خورشیدی از امام هشتم بالاتر و مشعشعتر؟ این امام این مکان رو خراسان کرد. فرمود اگر کار خیر رو مخفیانه انجام بدی، المستتر بالحسنه یعدل سبعین حجه، 70 بار کسی حج بره. یعنی چی 70 بار؟ حج رو تو سال یه بار میشه انجام داد، عمره نیست زیاد بشه انجام بدی. ایام معدوده داره حج، ماه مخصوص داره، زمان مخصوص، مکان مخصوص داره. نمیشه کسی در یه سال چند تا حج انجام بده. سال ظرفیت یک حج رو داره. امام فرمود اگر کار خیرت رو مستتر کردی، مخفی کردی، عدل 70 حج تو نامه عملت ثبت میشه. این کارو میتونستی علنی هم انجام بدی، ولی این کار علنی 70 حج محسوب نمیشد. خود امام این کارو کرد. تو مدینه نشسته بود امام هشتم، یک کسی اومد خدمت امام گفت آقا من اهل خراسانم. امام هنوز نیومده بود خراسان، تو مدینه بود. گفت من اهل خراسانم، زاد راهلم تمام شده، به من کمک بکنین، من میرم خراسان، وضعم خوبه، مالم دارم، از طرف شما صدقه میدم. امام فرمود بشین، جمعیت خلوت بشه، آبروی این انسان نره.
بقیه رو رد کرد امام، رفتن، تنها شد امام و این سائل. فرمود بشین. رفت داخل اندرون خانه، یک کیسه ای رو برداشت امام، 200 اشرفی درش بود، مکفی بود این که به خراسان برسه. در رو باز نکرد امام، از اون پنجره بالا فرمود عین الخراسانی، کجاست اون اهل خراسان؟ گفت آقا هستم. فرمود این کیسه رو بگیر، کفایت میکنه، برو به خراسان، چیزی هم نمیخواد از طرف ما صدقه بدی، این مال مال مبارکیست، مال تو. او رفت. راوی میگه من به امام گفتم آقا چرا در رو باز نکردی، چرا به حضورش؟ امام فرمود من خائف بودم که اگر او چهرش به چهره من و چشمش به چشم من بیفته خجالت بکشه. بالاخره آدمی که سائل و سوال میکنه دست زیرین داره، نسبت به دستی که مافوقه احساس خجالت میکنه. امام فرمود من به این میزان نمیخواستم این آدم خجالت بکشه، به این میزان. امام رؤوف فرمود کسی که کار خوبش رو مخفی میکنه یعدل و سبعین حجه، معادل 70 حج تو نامه عملش نوشته میشه. کسی نفهمه، کسی ندانه، خدا که میدانه، خدا که آگاهه، همین کافیست. این مال خوبی ها. فرمود اما بدی ها، گناه رو دو جور میشه انجام داد، تو جمع میشه انجام داد، تو خلوت میشه انجام داد. گناه رو میشه مخفیانه انجام داد، میشه انسان میان مردم نعوذ بالله انجام بده. امام هشتم فرمود المستتر و به سیعته مغفور، اگر کسی گناهش رو مخفیانه انجام بده امید مغفرت داره. بالاخره حریم جامعه رو نشکسته، کسی که تو جمع و تو جامعه گناه انجام میده پرده های اجتماع رو هم به هم میزنه، راه رو باز میکنه دیگران هم برن علنی گناه بکنن. فرمود کسی که مخفیانه گناه میکنه امید مغفرت داره، کسی که علنی گناه میکنه المزیع به سیعته مخذول. فرمود این آدم خاره، یعنی از رحمت الهی به دور اون انسانی که علنی میاد گناه رو انجام میده. گناه گناه، چه مخفیش چه علنیش، ولی بازتابش یکسان نیست. گناه مخفی بین من و خداونده، هر موقعم اراده بکنم دستم رو به آسمان بلند میکنم، خداوند هم میبخشه و عفو میکنه. اما گناهی که علنی انجام بدی عفو میخواد چیکارش بکنه؟ تو جامعه رو تشویق کردی که جامعه هم گناه انجام بده. چرا گناه بخشی از مسئولینی که خطا میکنن سنگین تره؟ شاید همون گناه رو یه آدم عادی معمولی انجام بده انقدر بازتاب نداره، ولی یه مسئول نظام وقتی خطا میکنه، وقتی کار زشتی انجام میده، گناهش 10 برابر و 100 برابره. چرا گفتن خدا گناه جاهل رو، گناه 70 گناه جاهل رو میبخشه و میامرزه، ولی گناه عالم رو به این سادگی نمیبخشه خداوند؟ چون بازتاب گناه عالم با گناه جاهل متفاوته. اینم تقسیم امام تو کارهایی که ما میخوایم انجام بدیم. این وظیفه ماست، این تکلیف ماست، تو کارها مراقبت بکنیم. اما میرسیم به اون نکته دوم، ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. من به شما عرض میکنم زیر این آسمان کسی رو نمیتونید پیدا بکنید، خدمت این امام رسیده باشه، خدمت پیامبر رسیده باشه، خدمت اولیا رسیده باشه و بی پاسخ گذشته باشه.
ممکنه آنچه که ما میطلبیم نشه، اما یقینا هزار برابر بهتر از اون رو برای ما ذخیره میکنن. من خودم حاجاتی داشتم، کنار همین حرم آمدم و گرفتم، شما هم همین گونه هستید. تا صبح قیامتم هر کسی تو این بارگاه بیاد، کنار مسجد شریف امام بیاد، حاجتش رو بگه، میگیره. اگر خود حاجت صلاح نباشه، مطمئنن بالاتر از او و بهتر از او نصیب میشه و هیچ گونه دست ردی این عزیزان به سینه کسی نخواهند زد. من یه قضیه رو نقل میکنم، سخنم رو با همین جمع. شخصی به نام عامر ابن عبدالله حاکم هرات بود که اون موقع اینها در طیول ایران بودن و جزء همین مملکت حساب می شدن. اومده بود برای زیارت امام هشتم حاکم هرات. گفت ایستاده بودم، دیدم یک شخصی با لهجه آذری و ترکی زبان داره با امام هشتم حرف میزنه، اما خیلی گریه میکنه، خیلی اشک میریزه. این قضیه رو که نقل میکنم، شیخ صدوق که بر همه فقهای ما حق داره، شیخ صدوق عالمی است که اگر کتابهاشو نمینوشت، جمع نمیکرد، امروز فقهای ما معطل بودن که چگونه فتوا بدن. یعنی همه فقهای ما مرهون سفره شیخ صدوق ابن باوی در نزدیک تهرانن. شأن صدوق شأن بالایی است، هم محدثین ما، هم مجتهدین ما همه کنار سفره شیخ صدوق نشستن. این عالم تو عیون اخبار رضا نقل میکنه، میگه حاکم هرات گفت من نشسته بودم، ایستاده بودم، دیدم این با زبان آذری، گفت من زبان آذری رو بلد بودم، دیدم با امام داره حرف میزنه و عجیب داره گریه میکنه و اشک میریزه. میگه امام هشتم علی ابن موسر رضا، من بچم و سالیان ساله که ازش خبری ندارم، اگر زنده است یه خبری به ما برسه، اگرم مرده بالاخره ما بفهمیم. چشم انتظاری خیلی بده و خیلی سخته. گفت این انقدر منقلب بود به اون جمع، دل افسرده کند جمعیتی رو، گفت انقدر فریاد زد، انقدر اشک ریخت، همه رو متوجه خودش کرد. من دستشو گرفتم، گفتم بیا چی شده؟ داستانشو تعریف کرد، گفت من تو جوانی با بچم رفته بودیم در طبرستان، اونجا جنگی بود، حضوری داشتیم، بچه گم شد، از اون تاریخ تا به حال از فرزند ما خبری نیست. گفت من دستشو گرفتم، گفتم بیا بریم مهمان من باش، حاکم هراته، گفتم بیا امشب مهمان من باش. امام هشتم لطف میکنه، میگه از در حرم که اومدیم بیرون، یه وقت دیدم خیره خیره به صورت یه جوانی نگاه میکنه، اونم خیره شده تو صورت این پیرمرد. این پیرمرد توان نداشته یه راه بره، یه مقدار همدیگر رو نگاه کردن، بعد آغوش باز کردن، همدیگر رو در آغوش کشیدن. دیدم این فرزند همین شخصه، همین کسی که از امام هشتم طلب کرده بود، پسره رو خواستم. گفتم تو کجا بودی؟ چی شد؟ گفت من در طبرستان گم شدم، یک کسی تکفل کرد، منو بزرگ کرد، به این سن و سال رسیدم، ولی اونم به من گفت تو گم شده ای، تو بچه من نیستی، پدر و مادرت گم شدن، بگرد اونها رو پیدا بکن. گفت من اومدم کجا برم، از کی سراغ بگیرم؟ گفت دیدم یک کاروانی عازم زیارت علی ابن موسر رضاست. گفت منم حرکت کردم با این کاروان، من اصلا خبر نداشتم بابام مشهده، من خبر نداشتم پدر و مادرم اومدن زیارت علی ابن موسر رضا. گفتم فقط شنیدم علی ابن موسر رضا سریع الاجابه است، امام رؤوفه، قوس لهفانه، هر آدمه، بیچاره ای که از هر کجای عالم میبره اینجا پناه داره، اینجا امان داره،
اینجا جایگاه داره، اینو میفهمیدم. من با این کاروان حرکت کردم، اومدم، هیچ خبری هم نداشتم، اومدم وارد حرم بشم، دیدم عجب، این چهرهش به چهره من و به چهره پدر من شبیه، و این چهره منو یاد آورد. و وقتی که نگاه کردم او هم تطبیق کرد، فهمیدیم این پدر من و منم فرزند اینم. گفت به اون شخص گفتم که خب حالا بیا هرات، من حاکم هراتم، پذیر. گفت نه، من دیگه از کنار امام هشتم جایی نخواهم رفت. امامی که انقدر سریع الاجابه است، امامی که انقدر عنایت داره. از این قضایا الا ماشاءالله هم تو عیون اخبار هست، هم دیگران نقل کردن. این گام دوم تمام سخن من و کلام من اینه، اگر میایم حاجت هامون رو مطرح میکنیم، عیبی نداره، اینجا بهترین جاییست که میشه حاجت ها رو مطرح کرد. ولی بیام یه مروری هم بکنیم ببینیم این امام هشتم چه خواست، چه درخواستی از ما داشت. آخه بده همش ما طلبکار، همش ما بخواهیم، همش خواسته های ما. یه نگاهی هم از آن سو باشه تو قضیه، بیایم بگیم آقا علی ابن موسر رضا، ما تو این مواردی که از ما خواستی خوب عمل نکردیم، اگر از تو بخواهیم شفیع بشی اندالله، به ما لطفی بکنی، ما بتونیم این خواسته ها رو انجام بدیم. ما در کنار کرم شما هم این خواسته ها رو مطرح کردیم. یقین بدانید اگر چنین بشه، نزد امام هشتم همه ما مقرب خواهیم بود. میگم آقا علی ابن موسر رضا، ما این همه راه اومدیم، این مردم این همه راه اومدن به عشق زیارت شما اومدن، یه عنایتی، یه توجهی، خیلی ها التماس دعا گفتن، خیلی ها مشکل دارن. علی ابن موسر رضا، هیچ کسی ناامید نمیره از کنار شما. حاجات این جمع رو اونهایی که ملتمس دعا بودن نبودن، علی ابن موسر رضا حاجات این جمع همشون رو برآورده به خیر بگردان. خدایا به حق علی ابن موسر رضا همه بیماران لباس عافیت بپوشان. خدایا اونایی که بیمار رو دستشون موندن چه بکنن، به حق این علی ابن موسر رضا همه شنو شفا عنایت بفرم. اجازه بدید آخر ماه سفر هست، این رو عرض بکنم، تمام عرض میکنم. آقا علی ابن موسر رضا، شما مسموم شدی، قریب در شهر و دیارت قرار گرفتی،